سرخط مهمترین خبرها، برگشت داوطلبانه 19 افغان از کانادا به افغانستان. تجارت 8 میلیون دلاری افغانستان با ایران. روابط تجارتی افغانستان با کشورهای آسیای میانه ایران بیشتر از پیش تقویت گردیده است. و پرتاب بمب‌های آتش‌زا بر خانه نخست وزیر اسرائیل. سلام، با یک بسته خبری تازه دیگر از چینل دری میدیا خوش آمدید. مقام‌های کانادایی اعلان کردند که در سال گذشته 19 افغان را به کشورشان بازگرداندند. رسانه سی بی سی روز شنبه 26 عقرب با نقل از خدمات مرزی کانادا گزارش داده است که این افراد پس از رد شدن درخواست‌های پناهندگیشان اخراج شدند. خدمات مرزی کانادا تصریح کرده است که پرونده‌های افراد اخراج شده مرتبط با تهدیدات موجود در افغانستان نبوده است. بر اساس گزارش این 19 نفر به طور داوطلبانه کانادا را ترک کرده، اما جزئیات بیشتر در این زمینه ارائه نشده است. شماری از شهروندان کشور در خارج میگویند که زندگی در خارج از افغانستان نیز با سختی هایی همراه است. چون زبان اوقدر سیاد ندارن، سرشان فشار میباشه، رفت آمدهایی که در افغانستان میباشه ایجا نیست، کم است بسیار زیاد. آنان از مقامات و چهره های افغان میخواهند تا با ایجاد شرایط بهتر کاری و زندگی برای مردم زمینه بازگشت شهروندان کشور به افغانستان را فراهم کنند. آنان می‌افزایند که مردم از روی مجبوری وطن را ترک می‌کنند و هیچ کسی دوست ندارد تا مهاجر شود. همزمان با این، وزارت صنعت و تجارت روز شنبه 26 عقرب از افزایش داد و ستد تجاری با جمهوری اسلامی خبر داده است. بر اساس ارقامی که این وزارت ارائه کرده، ارزش داد و ستد تجاری طالبان با جمهوری اسلامی در 7 ماه گذشته به 1 میلیارد و 827 میلیون دلار رسیده است. افغانستان در حال حاضر ششمین مقصد کالاهای صادراتی ایران است. آمار رسمی گمرک ایران نشان داده که در یک سال گذشته ایران بالاترین میزان صادرات خود را در مورد تجارت با افغانستان ثبت کرده است. در شرایط کنونی روابط تجارتی افغانستان، ایران، پاکستان، چین بیشتر از پیش تقویت گردیده است. همچنین وزارت فواید عامه اعلان کرد که یک هیئت از مقام‌های آنان روز شنبه 16 نوامبر به هدف گسترش همکاری‌های ریلی با ایران سفر کردند. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، روز شنبه 26 عقرب در اعلامیه افزوده است که این هیئت با سرپرستی محمد اسحاق صاحبزاده، معین خط آهن وزارت فواید عامه امارت اسلامی و به دعوت رسمی با ایران سفر کردند. با گفته یه حقشناس، آنون قرار است در این سفر با مقام‌های ایرانی از جمله مسئولین اداره خط آهن ایران درباره افزایش انتقالات از طریق خط آهن خواف هرات و تقویت همکاری‌های دو جانبه گفتگو کنند. در همین حال مدیر کل جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران اعلان کرده است که نزدیک به 200 هزار مهاجر در این کشور تحت پوشش بیمه این سازمان قرار دارند. جمشید شایانفر گفته است که بر اساس آمار این سازمان 66 هزار دانشجوی خارجی که در ایران مشغول تحصیل هستند از خدمات بیمه این سازمان بهره مندند. از سوی هم، خبرگزاری باختر روز شنبه 26 عقرب گزارش داده است که 169 خانواده مهاجر دیگر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. طبق گزارش این خانواده ها از طریق گذرگاه تورخم، اسپین بولدک، پل ابریشم و اسلام قلعه وارد افغانستان شدند. این گزارش در حالی است که اخیراً اخراج مهاجرین افغان از کشورهای ایران و پاکستان شدت گرفته و مقامات ایرانی اعلان کردند که تا پایان سال جاری 2 میلیون مهاجر غیر قانونی را از ایران اخراج می کنند.
طرد مهاجران و در واقع اتباع خارجی غیر مجازی است که در سطح قصدان هستن از مهمترین اولویت هاییست که حتما اجرایی و عملیاتی بکنه. همچنین منابع محلی در لوگر میگویند که یک شبکه آب آشامیدنی با هزینه 3 میلیون افغانی در این ولایت با بهره برداری رسیده است. با گفته منابع با ساخت این شبکه 730 خانواده با آب آشامیدنی دسترسی پیدا کردند. از سوی هم نیروهای امنیتی اسرائیل از اصابت دو پرتابه آتش‌زا و اقامتگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خبر دادند. خبرگزاری فرانسه شامگاه روز شنبه 16 نوامبر با نقل از پلیس اسرائیل گزارش داده که دو شای آتش‌زا روی حیاط خانه نتانیاهو در منطقه قیصریه فرود آمده است. Oh God. Okay, guys, we got to get off the roof. These are coming down right next to us here. بر اساس گزارش نتانیاهو و خانواده‌اش هنگام وقوع این رویداد در آنجا حضور نداشتند و نیروهای امنیتی اسرائیل این حادثه را خطرناک عنوان کردند. رئیس جمهور اسرائیل این رویداد را خطرناک و جدی عنوان کرده و خواهان بررسی ها در این زمینه شده است. وزیر امنیت داخلی اسرائیل نیز گفته است که این کار عبور از خط قرمز اسرائیل است. منابع اسرائیلی گفتند که یک فرد ناشناس دو بمب آتش‌زا را پرتاب کرده و تلاش‌ها در مورد شناسایی و بازداشت وی ادامه دهد. همزمان با این در حمله اسرائیل بر یک مکتب در غزه که خانواده‌های آواره از جنگ در آن پناه گرفته بودند، دست کم 10 تن کشته شده و 20 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های وزارت بهداشت غزه اعلام کردند که این مکتب به نام ابو آسی و تحت اداره سازمان ملل متحد است. همچنین نیروهای امنیتی در چین اعلام کردند که در حمله با چاقو در یک مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای در شرق چین 8 تن جان باختند. خبرگزاری فرانس 24 گزارش داده که این حمله عصر روز شنبه 16 نوامبر در مؤسسه هنر و فنی حرفه‌ای ووشی در شرق چین رخ داده است. بر اساس گزارش در نتیجه این رویداد 17 تن دیگر نیز زخمی شدند. با گفته پلیس فرد مظنون یک دانشجوی 21 ساله است که قرار بود امسال فارغ التحصیل شود، اما در امتحانات شامل نشده و به همین دلیل دست به این کار زده است. گفتنی است که این دومین حمله مرگبار طی یک هفته در چین است. دوستان عزیز، با پایان برنامه کنونی رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.